سلام به کلاس درس خوش اومدید خب تا حالا سه تا ویژگی از ضرب داخلی رو با هم دیگه یاد گرفتیم امروز میخوایم ادامه بدیم بحث در مورد ویژگی های ضرب داخلی رو چهارمین ویژگی ضرب داخلی که با هم میخوایم یاد بگیریم میگه که برای هر بردار آ داریم ضرب داخلی بردار آ با خودش یعنی آ نقطه آ مساوی هستش با طول اون بردار به توان دو این خاصیت که خاصیت خیلی مهمی هستش اثبات خیلی ساده ای داره چون که اگر ما بردار آ رو بخوایم توی خودش ضرب داخلی بکنیم زاویه بین بردار آ و خودش چقدره یعنی اون زاویه تتا مساوی با صفر هستش درسته چون بردار آ بر خودش منطبقه بنابراین طبق تعریف ضرب داخلی داریم چی؟ داریم ضرب داخلی A در آ مساوی هستش با اندازه بردار A ضرب در اندازه بردار A ضرب در کوسینوس زاویه صفر که کوسینوس صفر برابر با چند هستش؟ برابر با یک هستش پس داریم اندازه آ ضرب در اندازه آ ضرب در یک که مساوی می شود با طول بردار A به توان دو یا اندازه بردار A به توان دو این رابطه رو یه جوری دیگه هم میتونیم اثبات بکنیم و اون استفاده از در حقیقت دومین روش محاسبه یه ضرب داخلی هستش که با هم دیگه یاد گرفتیم. اگر فرض بکنیم که بردار آمون معلفه های آ آ2 و آ داره اون وقت ضرب داخلی آ در خودش رو علاوه بر این رابطه ای که بالا نوشیم از این رابطه هم میشه به دست آورد دیگه میایم درایه های متناظر رو تو هم ضرب میکنیم و با هم جمع میکنیم یعنی میشود a1 ضرب در a1 به علاوه a2 ضرب در a2 به علاوه a3 در a3 این این نقطه هایی که من بین اینا گذاشتم و با این نقطه ضرب داخلی اشتباه نکنید من منظورم اینجا ضرب اعداد هستش چون آیک و آدو آسه اعداد هستند یعنی کمیت های اسکالر هستن در حقیقت پس مسای می با چی میشه آیک به توان دو،, دو به A2 به توان دو به علاوه آس به توان دو که همونطور که در ابتدای بحث بردارها با هم دیگه یاد گرفتیم مجموع مربع درایه های یک بردار برابر با چی هستش برابر با طول اون بردار به توان دو هستش پس به دو روش رو چهارم رو با هم دیگه اثبات بکنی. پس اینا همیشه هم یادتون باشه هر بردار یا اگر تو خودش ضرب داخلی بکنیم یا با خودش ضرب داخلی بکنیم برابر میشه با طول اون بردار به توان دو خب بریم سراغ خاصیت پنجم یا ویژگی پنجم ضرب داخلی ویژگی پنجم میگه که برای هر بردار آوبه غیر صفر غیر صفر یعنی اگر دو تا بردار دلخواه آبه داشته باشیم که هر دو غیر صفر باشن آ بر بی عمود است بردار آ بر بی عمود است عمود است اگر و فقط اگر چه شرطی برقرار باشه اگر و فقط اگر داشته باشیم ضرب داخلی آ و به یعنی آ نقطه به مساوی با صفر پس اگر ضرب داخلی دو تا بردار مساوی با صفر باشه این یعنی که اون دو بردار بر هم عمودن و برعکسش هم صادقه یعنی هر دو برداری که بر هم عمود باشن ضرب داخلیشون برابر با صفره این ویژگی هم خیلی مهمه چون به ما یک روشی رو میده برای چک کردن اینکه آیا دوتا بردار بر هم عمودن یا نه یعنی اگر دوتا بردار رو داشته باشیم و بخوایم بفهمیم که آیا اینا با هم بر هم عمودن یا نه کافیه که اونا رو ضرب داخلی بکنیم اگه ضرب داخلی صفر شد اون دو تا بردار بر هم عمود بودن منظور از عمود بودن چیه مثلا اگر این بردار آی ما باشه و این بردار به ما باشه بر هم عمودن اگر این زاویه بین دوتا قائمه باشه یعنی زاویه اینم اگر به باشه زاویه تتامون مساوی با 90 درجه یا پی دوم رادیان باشه پس پی دوم یا 90 درجه خب اثبات این خاصیت هم راحت هستش ببینید بیا دوورش رو بعد اثبات بکنیم اول نشون بدیم که اگر آ بر به عمود باشه آ عمود بر به این علامت وسط علامت عمود بودنه اون وقت ضرب داخلی صفره خب نتیجه میگیریم که چی نتیجه میگیریم که تتا مساوی پی دومه دو چون میدونیم که عمودن در اون صورت آ نقطه ب برابر با چی می شود؟ برابر می شود با اندازه آ ضرب در اندازه ب ضرب در کوسینوس تتا که هست پی دوم دو اما کوسینوس پی دوم دو یا 90 درجه برابر با چیه؟ برابر با صفر پس داریم اندازه آ ضرب در اندازه B ضرب در صفر که مساوی با صفر می شود پس این طرفش رو اثبات کرد حالا باید بیایم عکسش رو اثبات بکنیم چون اینجا داریم اگر و فقط اگر پس ما باید هر دو طرف قضیه رو اثبات بکنیم اون طرفیش میشه چی؟ اون طرفیش میشه این که ما دو تا بردار داریم که میدونیم آ نقطه ب یعنی ضرب داخلش مساوی با صفره حالا باید ثابت کنیم که تتا مساوی پی دومه یعنی دو بردار بر هم عمودن خب اگر آ نقطه ب مساوی صفر باشه داریم چی؟ طبق تعریف داریم اندازه آ ضرب در اندازه ب ضرب در کسینوس تتا مساوی با صفره درسته خب حالا که ضرب سه کمیت مساوی با صفر شده حداقل یکی از این کمیت ها باید مساوی با صفر بشه ولی اگر اینطور نباشه ضربشون نمیتونه صفر باشه حالا ببینیم کدوم کمیت اینجا میتونه صفر باشه اندازه آ آیا میتونه صفر باشه نه چون اینجا گفتیم آ و ب بردارهای غیر صفری هستن شرط گذاشته بودیم به همون دلیل اندازه بی هم نمیتونه صفر باشه پس این دوتا مخالف صفره اینم مخالف صفره پس تنها چیزی که باید دیگه صفر باشه این کسینوس تتاست و این حاصل ضرب مساوی با صفر نمیشه بنابراین نتیجه میگیریم که کسینوس تتا مساوی با صفره پس تتا مساوی با چیه؟ تتا زاویه تتا میشه کوسینوس معکوس صفر که چه زاویه ای کسینوسش صفر هستش پی دوم یا 90 درجه پس در این صورت به دست میاریم که A بر B عموده یه نتیجه رو به بالا من میزنم که آ پس عمود هستش بر B پس دوور قضیه رو ما اثبات کردیم یعنی ثابت کردیم که اگر و فقط اگر ضرب داخلی A به مساوی صف باشه بردار آ بر بردار B عمود هستش خب خیلی هم خوب بریم سراغ آخرین ویژگی ضرب داخلی که میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم ویژگی شیشم این ویژگی میگه که برای هر سه تا برداره برای هر سه برداره آ و ب و س که دلخواه هستن داریم داریم چی؟ داریم ضرب داخلی آ یعنی آ نقطه ضرب داخلی آ در بردار ب به علاوه سه برابر هستش با ضرب داخلی آ و ب یعنی آ نقطه ب به علاوه ضرب داخلی آ و سه یعنی آ نقطه سه. یعنی در حقیقت این خاصیت داره میگه که ضرب داخلی نسبت به جمع خاصیت پخشی داره وقتی دو تا بردار دارن با هم جمع میشن و بعد حاصل ضرب داخلی میشه با یک بردار سومی میتونیم تک تک اونها رو ضرب داخلی بکنیم ابتدا با اون بردار یعنی بی نقطه سی و آ نقطه 3 رو تشکیل بدیم و بعد حاصل رو با هم جمع بکنیم هیچ فرقی نداره خب این خاصیت رو اگر بخوایم اثبات بکنیم اول بیاد یه حالت کلی برای ستا بردارمون در نظر بگیریم یعنی فرض بکنیم A1 برداری هستش با معلفه های A1, A2 و A3 این همون فرض بکنیم که B برداری هستش با معلفه های B1 و B2 و B3 و نهایتا C برداری هستش با معلفه های چی؟ C1 و C2 و C3 خب در این صورت B به علاوه C چه برداری میشه؟ هاش میشه چی؟ طبق جمع بردارها هاش میشه جمع معلفه های متناظر B و C یعنی معلفه اول میشود B1 به علاوه C1 معلفه دوم میشود B2 دو به علاوه C2 و معلفه سوم میشود B3 به علاوه C3 خیلی هم حالا بیایید سمت چپ این تصاویر رو تشکیل بدیم یعنی بیایم A رو ضرب داخلی بکنیم در B به علاوه C خب اگر ما بخوایم این رو بر حسب مؤلفه های A و بی و C بنویسیم از خاصیت سوم ضرب داخلی میتونیم استفاده بکنیم و به راحتی این کار رو انجام بدیم چون ما A رو معلفه هاش داریم هست A1 a b برC هم اینجا معرففاش رو داریم. پس می آاییم های متناظر این دو تا بردار رو تو هم ضرب می کنیم و با هم جمع می کنیم تا ضرب داخلی A و b برC به دست بیاد درسته بنابراین مساوی می شود با A1 ضبط داره معلفه اول b برسی که هست B که وسی یک بهوه A2 در معرفه دوم B برسی که هست B2 و C2، به علاوه چی آ در معلفه سوم بیه به علاوه سی یعنی بی سه به علاوه سی سه. خب بیاید اینو بازش بکنیم این از حاصل ضرب ها رو میشه چی؟ میشود آ 1 بی یک به علاوه یک آی این میشه جمله اول دومی میشه آ 2 بی دو به آ دو سی دو سومی هم میشود آ سه سی س بی سه به علاوه آسه سی سه درسته حالا من میام ترتیب این جمله ها رو یه خورده عوض میکنم اونایی که آب آو داره توش رو اول می توی پرانتز میشه آ یک بی یک داریم بعد یه جمله آ دو بی دو داریم به علاوه یه جمله آ سه بی سه داریم درسته این میشه جمله اول به علاوه حالا اونایی که آ و سی داریم رو می نویسم. یعنی داریم a1c1 ب علاوه a2 c2 برلاوه علاوه a3 در c3 درسته؟ خب این همه همین جمله های این بالا هستش که من فقط ترتیبشون رو عوض کردم یعنی همین 6 تا جمله هستش که ترتیبشون رو عوض کردم حالا اگر نگاه بکنید توی پرانتز اول داریم a1b1 علاوه a2b2 علاوه a3b3 طبق خاصیت سوم ضرب داخلی که استفاده کردیم این چی هستش این ضرب داخلی آ در ب هستش درسته آ نقطه ب آ یک بی یک بر و آ دو بی دو بر و آ سه بی سه این همین این جمله های داخل پرانتز دوم هم جمعشون برابر با چی هستش طبق خاصیت سوم برابر با ضرب داخلی آ در سی هستش پس ما اینجا داریم A نقطه B به علاوه A نقطه C بنابراین قضیهمون رو اثبات کردیم اثبات کردیم که A ضرب داخلی در B به علاوه C برابر شد با چی؟ A نقطه B یعنی ضرب داخلی A و B به علاوه A نقطه C ضرب داخلی A و C خب این هم از خاصیت ششم و آخر ضرب داخلی که میخواستیم در موردش صحبت بکنیم توی کلاس درس بعد میبینم اتون خداحافظ